ادامه میدیم مباحثمون رو با مباحث زایمان بی درد. زایمان بی درد یعنی چی؟ مگه میشه زایمان بدون درد باشه؟ اصلا درد چیه؟ مبحث درد یک مبحثی هست که در هر فیل پزشکی به گونه ای تعریف میشه. همیشه درد به عنوان یک عامل مخرب و از بین برنده بوده. دندون درد، پا درد، کمر درد، چشم درد، سر درد، اینها دردهایی هستن که مخربن، سیمتومن، علامتن، دارن یک جایی رو در بدن دچار اختلال میکنن. اما زایمان بدون درد مفهوم نداره. درد زایمان عامل پیشرفت زایمانه. درد زایمان درد مفیده، درد مخرب و درد آسیب رسان نیست. اما ممکنه مادری دوست نداشته باشه این درد رو تحمل کنه و به خاطر اینکه نمیخواد این درد رو تحمل کنه بره سراغ سزارین که یک جراحی بزرگ شکمی هست. ما برای اینم راه حل داریم، بهتون کمک میکنیم که با روشهای دارویی از زایمان بدون درد و کم درد استفاده کنید. چه روشهای دارویی هستش؟ اولین روش دارویی که بی خطر هست استفاده از گاز استنشاقی انتونوکس یا گاز خنده هستش. این گاز کمک میکنه که مادر دچار یک رخوت، نشگی و خوابالودگی بشه. ما بین دردهاش یک خواب عمیق آرام میکنه، انرژی میگیره و با شروع دردها دوباره از خواب میپره و دوباره سیر زایمان رو درد رو ادامه میده. اما ممکنه یه مادری این روش رو دوست نداشته باشه و باهاش رضایت کافی بیدردی رو کسب نکنه. مرحله بعد استفاده از داروها هستش. داروهایی مثل مورفین و پتیدین که به صورت عضلانی تزریق میشه و معمولاً تا 4 ساعت اثر کاهش درد رو داره. این داروها هم به مادر یک مقدار حالت خواب‌آلودگی میده و این مادر رو کمک میکنه این خواب کوچیک عمیق بکنه که بتونه انرژیش رو بازتوانی بکنه. خیلی از این داروها رو توصیه نمیکنن و در مراحل مختلف زایمان توصیه میشه. ولی اگر رعایت بشه، مسائل کنارش رو ما دقت بکنیم، قلب جنین رو کنترل بکنیم، مایعات مناسب به مادر برسونیم، میتونیم این داروها رو با نظارت مناسب توصیه بکنیم. اما اومد و یه مادری گفت من با این آمپول هم آروم نمیشم. باز هم ما روشی برای مادران داریم که این بیدردی رو بیشتر تجربه کنن و اون روش اپیدورال یا بیهسی اسپاینال هستش. بیهسی اسپاینال، متخصص بیهوشی متبحر ما میاد یک داروی رو در داخل مایع مغزی نخاعی تزریق میکنه و ناحیه عصبی رو که انتقال درد به مغز هستش از ناحیه کمر رو بلاک میکنه. در نتیجه کانال های انتقال درد قفل میشن و دیگه درد از ناحیه لگن به مغز منتقل نمیشه. دردها وجود دارن اما مادر حس نمی کنه. اما تکنیک بهتر و مفیدتر از اسپاینال که میتونه طولانی تر باشه تکنیک اپیدورال هستش. مادران میتونن به محض اینکه وارد بیمارستان شدن، حتی اگر دهانه رحمشون 1 سانت یا 2 سانت هم باز شده باشه، درخواست بیدردی اپیدورال بکنن و دکتر بیهوشی میان داروی اپیدورال رو با یک کانولا به داخل بدن مادر از طریق کانال نخاعی وصل میکنه و این دارو قطره به قطره بر اساس یک دوز مناسبی ترشح میشه و تا لحظه بعد از زایمان این دارو میتونه ادامه داشته باشه، حتی زمانی که نیاز به دوختن پارگی ها، بخیه ها و جراحی هم باشه و یا اگر حتی به سزارین هم ختم بشه، این دارو همچنان جریان داره و مادر دیگه دوباره پریک نمیشه و قسمت کمرش دوباره سوراخ نمیشه که دوباره تزریق بعدی انجام بشه. در تکنیک های اپیدورال واکین که متخصصین متبحر بسیار خوب آنستسیست ما انجام میدن، حتی مادر میتونه قدم بزنه، راه بره، حرکت بکنه و مامای همراه بهش پوزیشن ها رو بده. حتی
میتونیم میزان دوز دارو رو کم و زیاد کنیم که مادر زمان زایمان احساس زور زدن و دفع رو همچنان داشته باشه. بعضی مادران میگن اگر ما از این روش‌های بی‌دردی استفاده کنیم، پس چجوری می‌خوایم زایمان کنیم؟ اصلا نمی‌چه زایمان کرد. اصلا نگران این مسئله نباشید. عملکرد رحم شما و اندام‌های شما در جای خود باقی هست. شما فقط در جایی که حس درد به مغزتون منتقل میشه، در اون ناحیه حس درد رو انتقال نمیدین. وگرنه عملکرد رحم، جنین، کانال زایمانی داره انجام میشه و به خوبی میتونین از اون منتفع بشین. فقط یادتون باشه هیچ چیزی، هیچ عاملی بی درد کننده تر و سدیتیو تر و آرامش بخش تر از لمس دست همسرتون نیست. همسران نازنین، در مطالعات، در تمام تحقیقات به عمل آمده به این نتیجه رسیده شده که لمس دست همسر در هنگام درد زایمان اثر بخشیش معادل بالاترین بی دردی ها و اپیدورال هستش. پس این دستان معجزه‌گرتون رو از کنار همسران نازنین فرشتتون جدا نکنین. زیباترین لحظات رو با انتقال امواج انرژی و کاهش دردهای روانی و عصبی و جسمی زنانتون با دستان شما میشه اتفاق بیفته. در کنارتون هستیم با تمام این تکنیک ها. با مادرشو با ما باشید.